خیلی ها میگن راجع به حجاب شما حرف نمیزنید. محمود غزنوی عرضم حضور شما که وقتی که از هندوستان برگشت و خلاصه زد خار مادر هندی ها رو سرویس کرد درگشت، به آخونده شکر پول دادن، بعد بهش خبر دادن که یه آدمی نیومده. این تو برنامه یه سال گفتم شما ایرانی شاید گوش نکرده باشین. گفت کی نیومده؟ گفتن یه فردی هست به نام ابو سعید ابوالخیر، پادشاه محمود غزنوی به اون پیکش گفت برو به این آقای ابو سعید ابوالخیر بگو که پادشاه گفته که وقتی من دستور میدم شما باید بیایید، زیرا که در اسلام گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، من اولو الامر رو وقت دستور میدم و شما بیاید. عارفم و اینا من نمیفهمم. اومدم به ابو سعید ابوالخیر همچین حرفی رو زدن و بعد عرضم حضور شما که ابو سعید گفتش که به پادشاه بگید که من اینقدر غرق در اطیع الله هم اصلا وقت نمی کنم واجه اطیع الرسول فکر کنم، چه برسه اولو الامر. حالا داستان حجاب و اینا که از من سوال میکنید همین، اینقدر ما در اطیع الله جیجیم توی این مملکت، اینقدر مشکلات تو کشور داریم، این که به این پایین و اون تفکرات و اینا اصلا نمیتونیم بهش فکر کنیم. یعنی اپوزیسیون یه سال اپوزیسیون خرد و اندیشه است. به همین خاطر ما برام اصلا مهم نیست که این چیزایی که برای این خارجکی ها و اپوزیسیون ها هیجان تو بوخ بوخ میکنن و شعر میخونن و حالا بیا اینجا ما ببین، حالا اینجا ما ببین، اینا برای اینها خیلی مهم و عجیب و اینه. برای ما خاطره است. ما در زمان رضا شاه هم یادمونه که همه مردم هر وقت یک زنی رو میدیدن که روسری سرش عرضم از شما که روسریش رو ور میداشت با اجباری براش دادن دیگه، مسخره میکنن. یعنی رضا شاه با برداشتن روسری کاری کرد که کشور به دو قسمت تقسیم کرد، متعصبین مؤمن تولید کرد و همون کاری که الان داره. الان تو ایران چه جوریه؟ الان دختر پسرها هر کی روسری سرشه مسخره میکنه. اون موقع همینطوری بود، برعکسش. زمان رضا شاه هر کی روسریشه برمی‌داشت چون به زور نمی‌شدن دیگه، میگفتن زن باید تو خونه باشه، این زنی که میره اونجا دیگه منظورش چیز دیگه است، یه هدف دیگه داره. این که مردم یهو دوستاش لباسشون رو بکشن پایین، لباسشون رو بکشن بالا، هزاران سال این بازی مسخره کمدی تبدیل دین به بی‌دینی و تبدیل بی‌دینی به دین عمل و عکس العمل ما دیدیم. برای ما خاطره است، خیلی چیز هیجان انگیزی نیست. برامون هم مهم نیست اصلا که چی هست. به همین خاطر هیچ نظری راجع به حجاب ما اصلا نداریم. هر کی دلش خواد بذاره، کی میخواد ور داره. و نگاه حجاب در ریاست با نگاه حجاب در اپوزیسیون ریاست هم متفاوته. برای همین ما اپوزیسیونی بودیم که اومدیم گفتیم یک بار برای همیشه برای خرد و اندیشه قیام کنید، نه برای دینگری و تفکرات و این شکلی.